امروز داخل این ویدیو قراره با هم بریم سراغ تریلر جدید که به تازگی منتشر کرده و بریم سراغ جزئیات دقیق و کامل از آپدیت بزرگ تابستونی پس تا آخر ویدیو همراه من باشید بزن بریم سراغ این ویدیو آتیشی Let's گو مثل راهی هستم امیدوارم که حال دلتون عالی تر از عالی باشه سرشار از انرژی باشید و روزتون رو پر انرژی شروع کرده باشید امروز داخل این ویدیو قراره بریم سراغ تریلر جدید از آبدیت تابستونی The Bottom Dollar Bounties بریم بیزنس جدید رو ببینیم شخصیت های جدید رو ببینیم که یه شخصیت قدیمیه و برامون کلی خاطره ساخته و بریم سراغ اینکه چه نکته این تریلر داشته امروز قرار کامل در مورد آپدیت تابستونی د باتم دالر بانتی صحبت کنیم و نکته از تریلر بکشیم بیرون هر چیزی که راکستار میخواست بهمون نشون بده غیر مستقیم ببینیم ماشین پلیس جدید ببینیم و بریم سراغ یک سری ماشین جدید اسپورت که قرار واقعا بازی رو متحول کنه و یه بیزنس جدید که هم جنبه مثبت میتونه داشته باشه هم جنبه منفی دیگه حرف اضافه نمیزنم فقط قبلش من یه توضیحی بدم شاید الان بگی آره دیگه میخواد بگه لایک کنید کامنت بذارید و سابسکرایب کنید درسته ولی اینو نمیخواستم بگم زود قضاوتم کردید پس همین الان ویدیو رو لایک کنید آقا یه نکته بگم من آپدیت هفتگی رو نمیخوام پوشش بدم چون این آپدیت هفتگی چهار روزه است و بعدش قرار آپدیت بزرگ ما داشته باشیم پس شما یه سری به کانال تلگرام بزنید اونجا خبر آپدیت هفتگی پوشش داده شده و بهتون گفتم که تو این آپدیت چهار روزه قرار چه چیزهایی وارد بازی بشه که راکستار این آپدیت هفتگی خیلی مهربون شده و یه ذره عجیبه و حالا نمیدونم چرا ولی بهترین ماشین سالویج یارد رایگان شده و حتما معمولیتاشو برید و انجامش بدید نمیدونم چرا قبل آپدیت باید یه ماشین رایگان به همون بده و یه ذره بوداره چون راکسار علکی مهربون نمیشه حتما یه سری به کانال تلگرام بزنید چون اونجا یه سری خبرایی میذارم که اینجا نمیذارم خب دیگه حرف اضافه نمیزنم پر انرژی و پر قدرت بریم سراغ تحلیلمون و بریم تریلر رو با هم ببینیم در فریم اول این تریلر ما دقیقا داریم بیزنس جدید رو میبینیم یه ماشین پلیس جدید میبینیم و یه ون که متعلق به بیزنس جدیده باتم دالر و با توجه به پولی که پشت سره و فضایی که ما داریم میبینیم این لوکیشن روبروی پایگاه پلیس لوسانتوسه و ما از اون پل خیلی رد شدیم و کلا میدونیم که این لوکیشن کجاست و لوکیشن خیلی غیر آشنایی برامون نیستش و حالا برسیم سراغ ماشین پلیس که یه لیوری خیلی خوشگلی داره و یه ماشین پلیس کلاسیکه این ماشین گرین ووده در بازی و ما الان نسخه پلیسی شو داریم با یه لیبری خیلی محشر لوسانتوس پلیس که خیلی خفنه و کاری با این ام پی سی که داره دو نداریم و سراغ ونم که رفتیم و گفتم بهتون که این ون متعلق به بیزنس باتم دالره بریم جلو و از این فریم که بگذریم که ما دقیقاً به سلا بیزنس رو دیدیم ماشین جدید هم دیدیم و حتی ون بیزنس هم دیدیم اینجا تو پریم اول راکستار خیلی چیزا به ما نشون داد حتی لوکیشن این بیزنس هم خیلی غیر مستقیم به همون گفت اما بریم سراغ ماشین خوشگلی که تازه داره وارد بازی میشه این ماشین یه ماشینی از برند بلوکان که داخل بازی به این اسمه در واقعیت هیونداه و ما با توجه به اینکه که حالا لیک شده و حالا خیلی ها پیگیر شدن متوجه شدن که این از برند هیوندا ان ویژن 74 بوده که خب یه ماشین برند هیوندا قرار داشته باشیم خب بگذاریم ونم که دیدیم و دقیقا هم این اتفاق روی بیزنس جدید اتفاق افتاد و ما در اصل سه تا ماشین جدید دیدیم بریم جلو و حالا آقا این دختره کیه؟ دختره ماد اکلسه همین شخصیتی که دیدیم که یه ذرم فرق کرده چون داخل جی تی ای وی با تریور باش آشنا می شدیم و کارش هم دقیقا بانتی هانت بود یعنی ما رو استخدام می کرد یه سریا رو می رفتیم خفت می کردیم زندگیرش می آوردیم تحویلش می دادیم یا می کشتیم و کلا اینجور کارا رو اون موقع انجام میدادیم و الانم توی این بیزنس قرار این کار رو انجام بدیم این دفعه داخل آنلاین و اینم دخترشه که اومده والد بیزنس شده و اینجا داره معرفی میکنه خودشو و اینکه دقیقا میتونیم بگیم این شخصیت میاد داخل کانتکت های ما و یه چیزی مثل جمال امیر میشه یوسف امیر رو اول دیدیم بعدش گفت آقا من میرم لیبرتی سیتی زندگی ما میخوام بکنم و تو با پسرموی من کار کن و دقیقا هم همین اتفاق میفته ما دقیقا یه چیزی مثل آپدیت چاپ شاپ یه شخصیت اصلی ببینیم و بعدش یه شخصیت جدید میبینیم که قراره با اون شخصیت جدیده کار کنیم و قراره این دخترش که جنت یا جنت هست وارد کانتکت های ما بشه و باهاش بیزنس رو ببریم جلو و خب یه خالکوبی هم داره حالا بگذاریم و بریم جلوتر یه استایل خیلی لاتیتور داره این دختره حالا باید در ادامه باش بیشتر آشنا بشیم اینجا هم ما داریم اسم آپدیت رو میبینیم باتم دالر بانتیز گفتم بهتون ما قرار مجرما و خلافکارهای لوسانتوس رو پیدا کنیم و بعدش ببریم داخل زندان و تحویل قانون بدیم این کاریه که ما باید انجام بدیم که خب یه آپدیت خفنی هم قرار باشه و قرار ما یه نقش مثبتی داخل بازی داشته باشیم اما برسیم سراغ ماشین پلیس های جدید یه سری جدید از ماشین پلیس قرار داشته باشیم از آپدیت چاپ شاپ به بعد راکستار خوشش اومده چون متوجه این شده که پلیرها دنبال همچین چیزی هستن و ما داخل یه ماشین پلیس رو میبینیم سمت چپ ماشین بوده که اول تریلر دیدیم ولی این دفعه با لیوری جدید که این یه معمولیت تقیب و گریزه و ما روبرومون یه ماشین میبینیم که در ادامه ما روبروی همین ماشین هم میبینیم که یه لیوری خیلی عجیب قریبی داره و نمیدونم چرا به من این حس میده که این لیوری لیوری یه ماشین پلیس فیکه و ما اینجا سه تا ماشین جدیدم هم میبینیم که حالا تو معمولیتیم و باید این ست تا خلافگار رو دستگیر کنیم حالا برسیم سراغ ماشین های جدید خب این ماشین که دیده بودیم این ماشین داخل خبری که راکستار داخل سایتش داده بود دیده بودیم قبلا و این ماشین خیلی لیوریش با و میخوره که اپگرید دیریفت بخوره و حالا باید ببینیم قرار چه اتفاقی بیفته ولی خب خیلی شبیه ماشین های دیریفته لیوری با حالی هم داره و اما برسیم سراغ یه ماشین پلیس SUV که از برند یا الهام گرفته شده از چلنجره ماشینی که در بازی به اسم دوره دور, دور شناخته میشه یا دورادو فرقی نداره و ما قرار نسخه پلیسیش هم داشته باشیم که یه ماشین پلیس SUV قراره داشته باشیم و کلا حس باحال پلیسی قراره این آپدیت خفن بده و یه جورایی ما طرف پلیس و اینم از این ماشینی که راکستار خیلی خوشگل توی فریم های آخر یه سکانس گذاشت و بعدش رفت و حالا میرسیم سراغ مکان بیزنس جدید که ما الان سر خانوم مادو داریم میبینیم و حالا روبرومون یه چیز اکسله که حالا داره یه سری چیزها رو نشون میده شماره رفرنس نشون میده پرداختی ها رو نشون میده پاداش نشون میده اولویت بندی ها رو نشون میده و حالا بریم جلو ببینیم آقا کار این خانومه چیه اصلا و حالا جلو الان میبینیمش و این شخصیت لجندری که تریور باهاش خیلی کارا کرد و دقیقا هم کارمون همینه و این خانم کلا داخل آنلاین هم اومده دقیقا کارش همینه مجرما رو شناسایی میکنه به ما میگه و ما میریم زنده پیداشون میکنیم یا پخپخشون میکنیم و حالا مشخص نیست این شخصیت میمونه داخل بیزنس یا مثل یوسف امیر میره و با دخترش کار میکنیم باید ببینیم و حالا برسیم سراغ این که آقا این ون چرا میگم ونیه که داخل بیزنس جدیده چون اگه دقت کنید پلاکاستوم کاستوم داره ونی که پلاکاستوم کاستوم میخوره یعنی چی؟ یعنی مثل توتراک میشه توتراک پلاکاستوم کاستوم داره پس باید بگیم این یا به صورت فیری به ما داده میشه یا ما باید آپشن جداگونه بخریمش که حالا باید ببینیم چی میشه ولی جاش داخل بیزنس جدیده که حالا آپگرید های مختلفی میشه کرد این ماشین از برند بنتلیه تو دنیای واقعی و اینکه راکستار خیلی در مورد این سوپرکار به ما دیتا داده و اینو اعضای جی تی پلاس یک هفته زودتر قبل پلیرهای معمولی دارنش و کلا راکسار این ماشینو رو با لیوری های مختلف با رنگ های مختلف به ما نشون داده و چیز خیلی عجیبی هم نیست و پشت سر ما همون هیوندا رو میبینیم که بلوکان در از بازی که ار جلو جلوش رو داریم میبینیم و برسیم سراغ یه صحنه باحال همونجوری که میبینید ما خب ونمون رو میبینیم پشت سر یه دونه کامیون میبینیم و یه ماشین میبینیم که این ماشین پریزونه پریزون باس یا اتوبوس زندان که رانندش مرده دستبند ترکیده یه کلیت میبینیم و یه حالت قمه تایلی بره داداش و یه لباس زندان که انگار زندانی فرار کرده و ما کاراگاهیم باید بریم صحنه جرم رو بررسی کنیم و جزای این همونه و خیلی باحال دیگه و فکر کنم این معمولیت ها سولو بهش استارت کرد و کفشی هم که این کارکتر داره کفش جدیده حالا باید ببینیم چه تغییرات دیگه قرار این آپدیت داشته باشه این صحنه جرمه که ما داریم بررسیش میکنیم و بالاخره کسی نیست به ما دستبند بزنه ما دستبند به یه نفر زدیم و این یعنی اینکه این بیزنس جنبه خوب داره و ما داریم مجرما رو به اصطلاح دستگیر میکنیم و میبریمشون داخل بیزنس و بعدش تحویل میدیم حالا میگم جنبه منفی این میتونه باشه که ما اینا رو دستگیر میکنیم و رشوه ازشون میگیریم که تحویل قانون ندیم و فراریشون بدیم یعنی دولت مثلا 5000 تا میده ما از 10000 هزار تا بگیریم که فراریش بدیم ولی بعید بدونم همچین اتفاقی بیفته ولی دستبند زدیم و رو دستگیر کردیم و واقعا پرام ریخته یعنی تو فکر کن با کوله باری از خلاف یه خلافکار بدبخت رو دستگیر کردی چیکار کرده رو مثلا یه نفر رو کشته تو مثلا از هیتلر هم رکوردت زده بالاتر خب اینجا ما دو تا ماشین میبینیم در کنارش وسطش یه ماشین زرهی که خیلی شبیه میول کاستوم نایت کلابه و این ماشین هم آپگرید شدن و خب باید ببینیم بر خرید میان یا باید وایسیم به موقعش ریلیز بشن و حالا این سکانس رو یادتون باشه و حالا دختر ماد اکلس رو میبینیم یا همون جنت یا جنت هرچی که تلفظ میشه و اینجا خب خوشحال این اینکه حالا با ما داره همکاری میکنه و اینا و اینجا ما یه خلافکار میبینیم که خیلی هم کتک خورده داریم میندازیمش توی زندان و اینجا بیزنس جدیده و ما دو تا کارمند داریم دقت کنید دو تا کارمند دارن برامون کار میکنن حالا باید ببینیم مثل اتوشاپ و بقیه جاها باید کارمندا رو اضافه بخریم یا با دیفالت داخل بیزنسمون هستن و خب ما یه نفر رو انداختیم داخل زندان و اینم بیزنس جدیدمون و این یه فضای خیلی کلیه دقت کنید دو تا جای کارمند داریم و حالا میگم احتمالا آپشنال باید بخریمشون برای اینکه سریعتر بتونیم یه سری کارا رو انجام بدیم یا اینکه بای دیفالت داریمشون و خانم مادو میبینیم ماد اکلس که نشسته دقیقا انگار یه جورایی پشت صندلی ریاست نشسته توی بیزنس و حالا داره مدیریت میکنه بر همین میگم نمیدونم این شخصیت قرار بره یا قرار بمونه و جاش اینجاست باید ببینیم چه اتفاقی میفته و دخترش توی این بیزنس چی کار است خودش چی کار است و این همون سکانت قبلیه که بهتون گفتم به یاد داشته باشید که خب ما همه میشنا یا همه معمولیت ها رو باید با این ون بریم و احتمالا این ون رو باید جداگونه بخریم و حالا جاش هم که بهتون گفتم و یه سری آپگرید ها میگیره و نکته جالب اینه که حالا یا پلیر یا ام پی سی از بیرون ون رو گرفته و داره شلیک میکنه که ما همچین چیزایی داشتیم از قبل حالا باید ببینیم یه قابلیت جدید قرار اضافه بشه یا نه صرفاً یه چیزی بوده که راکستار خواسته یه جورایی نشون بده چون خیلی اینجوری شده که تریلر یه جور بوده ولی واقعیت یه جور دیگه بوده و حالا اینجا ما باید این کامیون زرهی رو که دیدیم متوقفش کنیم و مجرم رو دستگیر کنیم و بندازیم داخل زندان اینم خانم مادو رو میبینیم که ایشون هم حالا خیلی خوشحاله که داره با ما همکاری میکنه و حالا اینجا یه سکانس خیلی عادیه که ما کلی ماشین میبینیم خب اولین ماشینی که به چشممون میخوره از برند هیوندای بلوکان که در موردش صحبت کردیم یه رنگ دیگه رو داریم میبینیم سمت راست سوپرکار رو میبینیم که این سوپرکار این دفعه با یه لیبری جدید اومده بابا راکستار دهن سرویس انقدر داری اینو میکنید تو چشمون که بریم جی تی پلاس بخریم خب اصلا یعنی چی این کاره و برسیم سراغ ماشین های پلیس این چقدر خوشگله این ماشین دیگه بعد بدونید چه ماشینیه که شده پلیس من عاشق این ماشینم پلتفرم این ماشین رو دوست دارم کلا لذت میبرم از این ماشین و چیز خفنی پشت ماشین SUV رو میبینیم که دمدش صحبت کردیم و خب قرار ماشین پلیس های خیلی جدیدی به بازی اضافه بشه که این حس باحالی میده و اینم از آپدیت د باتم دالر بانتیز یا بونتیز هر جوری که تلفظ میشه 25 جون قراره بیاد یعنی پنج تیر خودمون و این بود از کل اتفاقاتی که 18 جون اتفاق افتاد و حالا ببخشید اگه دیر ویدیو رو گرفتم چون بالاخره یه سری مشکلات هست و مشکلاتی که من با این همسایه دارم واقعا شدید داره میشه و برام دعا کنید که دیوونه نشم و فقط به عشق شماهایی که انقدر انرژی به میدید دارم ادامه میدم چون واقعا انرژیاتون خیلی مثبته و من کامنت منفی حقیقتا تو این چند ماهی که فعالیت دارم میکنم ندیدم خیلی عشقید مرسی که همیشه انرژی مثبت بودید و همیشه منو دوست داشتید امیدوارم با کانتنت هایی که میسازم بتونم براتون جبران کنم و امیدوارم که حداقل درآمد به حدی برسه که بتونیم یک سری کشی انجام بدیم و حالا یه جورایی جبران کنم براتون چون واقعا این حجم از محبتی که به من دارید بی سابقه بوده فرام و مرسی واقعا به عشق شما ها میان پشت دوربین و پر انرژی میام ویدیو رو میگیرم و همیشه لبم خندونه وقتی که شما رو میبینم و بهم انرژی همیشه خوبی دادید و کل این آپدیت و این تریلر این بود و این آپدیت برای همه پلتفرم‌ها عرضه میشه یعنی فرقی نداره نسل جدید باشید نسل قدیم باشید حتی پی سی باشید میاد خیالتون راحت میاد قرار تجربهش کنیم و قرار لذت ببریم خیالتون راحت باشه این بود از تحلیل آپدیت و تریلر جدید همه چیز رو بهتون گفتم اگه چیزی جا انداختم قسمت کامنت ها بنویسید خیلی دوستتون دارم لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی و قرار پنج تیر هم در مورد آپدیت لایو صحبت کنیم و ببینیم چه تغییراتی داشته دیگه تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای مهربون میسپارم البته یه لحظه <تصفح> تموم نکن یه گیلیچ دابلیکای سولو جدیدن اومده و اگه جواب بده بعد این ویدیو براتون خیلی سری میذارم تا انجام بدید و برای آپدیت آماده بشید با دست پر بیریم تو دل آپدیت خب دیگه تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای مهربون می سپارم همیشه انرژیاتون مثبت باشه لبتون خندون باشه و تا ویدیوهای بعدی فعلا بدرود